سلام به شما عزیزان. عنوان صحبت امروز من هست منشأ صلح و سلامتی و آرامش و میخوام با آیه‌ای از کلام خدا صحبت خودم رو شروع کنم. از اشعیا براتون میخونم باب 9 آیه 6 که میفرماید زیرا که برای ما کودکی زاده و پسری به ما بخشیده شد، سلطنت بر دوش او خواهد بود و او مشاور شگفت‌انگیز و خدای جنگاور و پدر سرمدی و سرور صلح خوانده خواهد شد. در زمان روم باستان در یکی از ایالت‌های دورافتاده در فلسطین مردی ملبس به جامعه دهقانان که دست‌هایش مانند دست‌های کارگران پینه بسته بود ظاهر شد که با کلمات و اعمال شگفت‌انگیزش نظر همه را به خودش جلب کرد. او جوانی 30 ساله بود که دوره تحصیلش را در مدرسه ابتدایی وابسته به کنیسه به پایان رسانیده بود. مدت کوتاهی در حدود 3 سال از جایی به جای دیگر می رفت و به تعلیم و معجزه می پرداخت. هر جا پا می گذاشت پیام صلح و سلامتی و آرامش رو می رسوند و مردم رو از دردها و رنجهاشون آرامی می بخشید. اما سپس به دست مقامات مذهبی و سیاسی افتاد که از محبوبیت روزافزون او هراسان بودند و بعد او را مصلوب کردند، کشتند. اما به طور شگفت‌انگیزی بعد از 3 روز از مردگان قیام کرد. او شخصی نیست جز عیسی مسیح، منشأ صلح و سلامتی و آرامش. در دنیای زندگی می‌کنیم که مردم به دنبال این 3 کالای کمیابند: صلح، سلامتی و آرامش. همه به دنبال این 3 کالا هستند. مردم در استراب و ناآرامی زندگی می‌کنند. هر روز چیزهای مختلفی پیش میاد، مشکلات مختلفی که این استراب و ناآرامی رو بیشتر و بیشتر میکنه. وقتی که نگاه میکنیم به دنیایی که در اون زندگی میکنیم، ناآرامی، جنگ، رابطه های شکسته همه جا رو فرا گرفته. سازمان ملل نتونسته هنوز صلح جهانی رو ایجاد کنه، صلحی که تمام کشورها به دنبالش هستن، صلحی که سالها جنگ نباشه، صلحی که مردم بتونن در روابطشون با یکدیگه در صلح و آرامش و سلامتی باشن و نه فقط در روابطشون با دیگران بلکه با خودشون. ما خیلی وقتا جنگ و ناآرامی داریم با خودمون، از خودمون فرار میکنیم، از خودمون میترسیم، با خودمون در جنگ هستیم. نیاز داریم به صلح، نیاز داریم به سلامتی روح و روان، نیاز داریم به آرامش که قلب‌ها و فکرهای ما رو پر کنه. به دنبال این 3 کالای کمیاب، صلح و سلامتی و آرامش هستیم و مردم حتی حاضرن هر چه دارن بدن تا به این 3 کالا دست پیدا کنن، تا به این 3 چیز مهم، صلح، سلامتی و آرامش رو پیدا کنن. مردم حاضرن میلیون‌ها خرج کنن، حاضرن دست به هر کاری بزنن، حاضرن خودشون رو اسیر کنن که این آرامش رو داشته باشن، این صلح رو داشته باشن، این سلامتی روح و روان رو داشته باشن. نه فقط سلامتی روح و روان، بلکه سلامتی در روابط با دیگران، با خانواده، با فرزندان، بین کشورها، بین قومها، بین اقوام. همه و همه به دنبال این 3 چیز مهم، صلح و سلامتی و آرامش هستن. اما این آیه‌ای که براتون خوندم از اشعیا باب 9 آیه 6 میگه اون کسی که قرار بیاد، او پیام‌آور صلح هست، او خود صلح هست، او پدر سرمدی هست، او کسی هست که منشأ صلح و سلامتی و آرامشه، او کسی هست که میتونه به من و شما صلح و سلامتی و آرامش بده. او فقط در مورد صلح و سلامتی و آرامش نگفته، بلکه او خودش مظهر صلح و سلامتی و آرامش هست. اولین نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد این هست که عیسی مسیح منشأ و مظهر صلح و سلامتی هست. میخوام قسمتی رو از کتاب رومیان براتون بخونم، رساله رومیان باب 5 آیه 10. زیرا اگر هنگامی که دشمن بودیم به واسطه مرگ پسرش با خدا آشتی داده شده ایم، چقدر بیشتر اکنون که در آشتی هستیم
به وسیله حیات او نجات خواهیم یافت. آمار جهانی به این نکته اشاره میکنه که در طول 3600 سال تنها 292 سال صلح و آرامش در دنیا وجود داشته و بقیه این سالها در میان این 3600 سال همه جنگ بین ملل بوده و 3,600,000 نفر مردم در طی این سالها کشته شدن. شما نمیتونید یک سال رو پیدا کنید که جنگی در دنیا نباشه. جنگ، جنگ، جنگ. اما از کلام خدا ما یاد میگیریم که یک قانون اساسی هست برای صلح و سلامتی در روابط و اون اینه که زمانی که ما با خدای حقیقی در رابطه صلح و سلامت و آشتی باشیم، با خدا یک رابطه آشتی داشته باشیم، در رابطه صلح برقرار باشه در رابطه ما و خدا، اون موقع هست که ما میتونیم نسبت به دیگران در رابطه با دیگران رابطه صلح‌آمیزی رو داشته باشیم و بعد با خودمون نیز در صلح و آرامش و سلامتی باشیم. و برعکس، زمانی که رابطه ما با خدای حقیقی قطع هست، زمانی که بین ما و خدا قهر هست، جدایی هست، رابطه قطع، اون موقع هم هست که ما نمیتونیم رابطه سالم و صلح آمیزی رو بین خودمون و دیگران داشته باشیم و بعد نسبت به خودمون، با خودمون هم قهریم، با خودمون هم مشکل خواهیم داشت. پس این یک اصلی هست که زمانی که ما با خدا یک رابطه مستقیم و شفاف و سالمی داریم، اون موقع هست که ما میتونیم نسبت به دیگران نیز رابطه صلح‌آمیزی داشته باشیم، دیگران رو قبول کنیم، دیگران رو محبت کنیم و همچنین خودمون رو دوست داشته باشیم. شاید شما که امروز این پیام رو میشنوید، شاید با خودتون قهر هستید، شاید خودتون رو نتونستید ببخشید به خاطر اشتباهایی که در گذشته انجام دادید، از خودتون بدتون میاد، ناراحتید، خودتون حاضر نیستید به خاطر اشتباهایی که کردید فراموش کنید اشتباهاتون رو، چون با خودتون رابطتون صلح‌آمیز نیست. ولی زمانی که رابطه ما با خدا، با خدای زنده وصل میشه، اون موقع است که ما میتونیم یک رابطه سالم و عالی با دیگران داشته باشیم و همچنین با خودمون. خدا ما را در عیسی مسیح بخشیده و اون وقت هست که ما میتونیم خودمون رو ببخشیم. گناه رابطه ما رو با خدا قطع کرده. گناه باعث شد که بین انسان و خدا فاصله بیفته. گناه باعث شد که بین انسان و خدا جنگ بشه. گناه باعث شد که انسان گم بشه. انسان پشت کرد به خدا، رفت. اما عیسی مسیح آمد تا میان ما و خدا صلح و آشتی فراهم کنه. او به وسیله صلیب خود پیام صلح را آورد. یکی از پیام‌های صلیب این هست، پیام صلح و آشتی میان ما و خدا. عیسی مسیح روی صلیب گناهان ما رو برداشت، جریمه رو پرداخت کرد، گناهانی که بین ما و خدا جدایی انداخته بود. او آمد که پیام صلح بیاره، پیام آشتی بیاره. او نیامد که جنگ کنه، بلکه آمد که صلح و آشتی رو بیاره برای مردم. مردم به دنبال صلح درونن، سلامتی فکر، روح و روان. عیسی تنها پیام آور صلح و سلامتی نبود، بلکه خود او، همونطور که گفتم، منشأ صلح و سلامتی بود. زمانی که عیسی رو به قلب خودت دعوت کنی، از صلح و سلامتی مسیح برخوردار میشی. هیچ کس مانند او نیست که توانسته باشه برای انسانها صلح و سلامتی بیاره. هیچ کس. در انجیل لوقا باب 2 آیه 14، هنگام تولد عیسی مسیح پسر خدا، فرشتگان اعلام کردند که خدا را در اعلی‌علی جلال و بر زمین سلامتی و در میان مردم رضامندی باد. صلح و سلامتی، صلح و سلامتی با آمدن این نوزاد آسمانی. صلح و سلامتی مسیح ما را از درون تبدیل می‌کند، بدون در نظر گرفتن شرایط بیرونی
و یا از چه شرایطی داریم میگذریم، بلکه صلح و سلامتی که عیسی مسیح به ما میده بستگی نداره که در چه شرایطی هستیم، در چه موقعیتی هستیم، بلکه یک صلح و سلامتی درونی است، درون قلب ماست، او درون قلب ما عمل میکنه. صلح و سلامتی او در درون ما ایجاد میشه. در کلسیان باب 3 آیه 15 میگه سلامتی خدا در دلهای شما مسلط باشن. و با آن هم در یک بدن خوانده شده ایم که شاگرد او باشیم. سلامتی و صلح خدا در دلهای شما مسلط باشد. باشد. امروز عیسی مسیح تو رو میخونه. میگه من نمیدونم از کجاها داری رد میشی، از چه جنگ هایی، از چه روابطی، از چه شکست هایی، ولی این رو بدون که اگر اجازه بدی من سلطان قلب تو باشم، تو آرامش و صلح و سلامتی رو پیدا خواهی کرد، چون اون خود مظهر و منشأ صلح و سلامتی هست. و زمانی که ما اجازه میدیم این مظهر، این منشأ صلح و سلامتی وارد قلب های ما بشه، اون موقع هست که میتونیم واقعا صلح و سلامتی واقعی رو تجربه کنیم. اون موقع هست که صلح و سلامتی عیسی افکار ما رو پر میسازه، قلب ما رو پر میسازه و به ما آرامش میده. دومین چیزی که عیسی مسیح اشاره میکنه این هست که او منشأ آرامش واقعی هست. آرامش واقعی کمیاب هست و کجا میشه اون رو پیدا کرد؟ خیلی از چیزها میتونن به ما آرامش موقتی بدن اما واقعی نیستن و ما رو اسیر اون عملی میسازن که درون آرامش هست. یعنی شما باید حتما یک کاری رو انجام بدید تا آرامش رو به دست بیارید، تا آرامش رو حاصل کنید. خیلی چیزها در دنیا هست که به ما آرامش میده. مواد مخدر، مشروب، ورزش یوگا، انجام مراسم مذهبی، ریاضت، پول، موقعیت‌های اجتماعی و و و چیزهای دیگه‌ای که ما میتونیم آرامش رو در اونها پیدا کنیم. اما فراموش نکنید که این آرامش‌ها آرامش‌های موقت هست. شما اسیر و بنده اون روش و اون عمل خواهید شد، چون مرتب باید اون رو انجام بدید، چون آرامش شما از بین میره. دوباره باید انجام بدید و برای به دست آوردن اون آرامش فکر و درون باید عملی رو انجام بدید، ریاضت بکشید و و و چیزهای مختلف. اما آرامشی که عیسی مسیح به ما میده با وابسته به انجام کاری نیست، بلکه او تماماً وابسته به حضور او در زندگی من و شماست. زمانی که عیسی مسیح وارد قلب ما میشه، وقتی که او رو به عنوان نجات دهنده و خداوند میپذیریم، حضور او در زندگی ما آرامی میبخشه. گناه آرامش انسان رو از بین برده و شیطان اینو خوب میدونه که انسان تشنه آرامش واقعی است. پس عواملی رو که به انسان آرامش کاذب میده عرضه میکنه به اون و انسان اسیر اون عمل میشه. باید اون کار انجام بده که آرامش رو به دست بیاره. اما عیسی مسیح تنها شخصیتی است که میتونه آرامش واقعی رو به ما بده، چون او در قلب ما ساکن میشه و این آرامش رو به ما میده. نه به خاطر این که ما حتما باید کاری انجام بدیم که اون آرامش رو دریافت کنیم، بلکه حضور او آرامش بخش است. وقتی که حضور او در زندگی من و شما میاد، این آرامش الهی قلب و ذهن ما رو فرا میگیره. چون صلیب او و کار او بر روی صلیب مشکل اساسی که عامل نابودی آرامش انسان بود رو از بین برد، یعنی گناه. گناه یکی از عواملی بود که آرامش واقعی انسان رو از بین برد. من همونطور که به شما گفتم، وقتی که رابطه ما با خدا قطع هست، گناه رابطه ما رو با خدا قطع کرده. زمانی که رابطه ما با خدا قطع هست، ما نمیتونیم آرامش داشته باشیم، ما نمیتونیم در صلح و سلامتی زندگی کنیم، چون از منبع حیات، منبع آرامش فاصله گرفتیم. اما عیسی مسیح آمد
که ما رو وصل کنه به منبع حیات، منبع آرامش، منبع صلح، منبع سلامتی. در متی باب 11 آیه 28 و 29 عیسی مسیح می‌فرماید بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، من به شما آرامی خواهم داد. او در این آیه نمیگه پیش فلان قدیس برو، پیش فلان شخص برو، یا این کار رو انجام بده، سعی کن، تلاش کن تا آرامش رو پیدا کنی، بلکه میگه تنها و تنها نزد من بیا. در همون شرایطی که هستی، تشنه آرامشی، تشنه صلح هستی، تشنه سلامتی هستی، میگه نزد من بیا، من به تو آرامش میدم، من قلب و فکر تو رو از آرامش پر میکنم. آگوستین، یکی از پدران کلیسا، این جمله معروف رو میگه: ای خدا، تو ما رو برای خودت آفریدی و ما تا در تو قرار نگیریم آرامی نخواهیم یافت. تصورشو بکنید، بچه ای رو که در خیابون شلوغ داره میره، ولی دستش در دست پدر و مادرشه. مهم نیست که چه اتفاقی داره در اون خیابون میفته، مهم نیست که ماشین ها میرند و میان، مهم نیست که شاید ماشینی به او تصادف کنه، بلکه او آرام هست از اینکه دستش در دست پدر و مادرش هست. اینه که به اون آرامش میده، اینه که به اون آرامش میده. مهم اینه که آیا واقعا دست ما امروز در دست عیسی مسیح هست، او که حافظ ماست، او که نجات دهنده ماست. تا زمانی که دستمون در دست عیسی مسیح باشه، آرامش واقعی رو میتونیم تجربه کنیم و داشته باشیم. آرامش واقعی نیست که همه چیز به وقف مراد ما باشه. خبرهای خوب بیاد، وضع زندگی من، وضع مالی من، وضع اجتماعی من خوب باشه، بلکه آرامشی که مسیح میده در اوج طوفان‌ها، در تلاطمات زندگی، شما از درون آرام هستید، چون منبع آرامش یعنی عیسی مسیح ساکن در قلب شماست. آرامشی که عیسی میده پس بستگی نداره به شرایط ما، به زندگی ما. شاید از کوره راه ها داریم رد میشیم، شاید در تنگناها داریم قدم میزنیم، شاید از مشکلات داریم میگذریم، اما اگه عیسی مسیح در قایق زندگی تو باشه، اونجا صلح و سلامتی و آرامش واقعی است، چون او منشأ صلح و سلامتی و آرامش است. پیام عیسی مسیح به دنیای ناامن و مردم آشفته و نارام امروز اینه که نزد من بیایید. تو که این برنامه رو نگاه میکنی، آشفته ای، پریشانی، امروز عیسی مسیح میگه نزد من بیا، من منشأ صلح و سلامتی و آرامش هستم. یوغ مرا بر خود گیرید، یوغ من سبک است و در جانهای خود آرامی خواهید یافت. امروز عیسی به توی که خسته و ناآرام هستی میگه به من ایمان بیار، من رو به عنوان نجات دهنده و خداوند به قلب دعوت کن و بگذار که در قلب تو، در زندگی تو من سلطنت کنم. آن وقت آرامش و صلح و سلامتی واقعی رو تجربه خواهی کرد. عیسی مسیح آمد، جریمه ما رو روی صلیب پرداخت کرد به جای ما، برای گناهان ما، تا ما رو با خدا به این منبع حیات دوباره آشتی بده، وصل کنه. فقط کافی است که امروز عیسی مسیح رو صدا بزنی، در قلب خودت رو باز کنی و بگذاری که عیسی مسیح خداوند و نجات دهنده تو باشه. در اوج مشکلاتت، در اوج کشمکشات با خودت، با دیگران، اگر تشنه صلح و سلامتی هستی، اگر تشنه آرامش هستی، عیسی مسیح امروز برای تو جواب هست. عیسی مسیح میتونه به تو آرامش و صلح واقعی رو، سلامتی واقعی رو بده. فقط کافی است که به او ایمان بیاری و اجازه بدی او حاکم زندگی تو باشه، با او زندگی کنی. آن وقت، زمانی که از تلاطمات، از طوفان‌ها میگذری، آرامش واقعی در قلب تو است، چون دست تو در دست خداست.
اگر واقعا تشنه این آرامش هستی، اگر امروز واقعا تشنه این صلح و سلامتی واقعی هستی که عیسی مسیح میتونه به تو بده، میتونی این دعا رو بعد از من بگی و عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خداوند در قلب خودت دعوت کنی. میتونی این دعا رو بعد از من تکرار کنی. عیسی مسیح، ایمان دارم که تو زنده هستی. ایمان دارم که تو نجات دهنده عالم هستی. ایمان دارم که تو منشأ صلح و سلامتی و آرامش هستی. اعتراف میکنم گناهکارم. اعتراف میکنم گناه، آرامش، صلح و سلامتی مرا از بین برده. در این لحظه در قلبم رو باز میکنم و عیسی مسیح، تو که منشأ صلح و سلامتی و آرامش هستی، رو به قلب خودم دعوت میکنم. ایمان دارم که تو به خاطر من و به جای من جریمه گناه های من رو روی صلیب دادی، مردی و قیام کردی از مردگان. تو زنده ای، ای منشأ صلح، سلامتی و آرامش، وارد قلب من بشو، زندگی من رو در بر بگیر. تو فرمان و سکان زندگی من رو در دستای خودت بگیر. کمکم کن و من رو از حضور خودت پر بساز. به من تولد تازه عطا کن، حیات جاودان. ایمان دارم عیسی مسیح که تو زنده ای و تو رو به عنوان نجات دهنده و خداوند خودم، منشأ صلح، آرامش و سلامتی، به قلب خودم دعوت میکنم و خودم رو تسلیم دستای تو میکنم. تمام این دعاها رو در نام تو عیسی مسیح میطلبم. آمین. اگر امروز این دعا رو بعد از من تکرار کردی و عیسی مسیح رو به عنوان نجات دهنده و خداوند به قلب خودت دعوت کردی، این منشأ صلح و سلامتی و آرامش رو، مطمئن باش که عیسی مسیح وارد قلب و زندگی تو شده. و اگه میخوای در این آرامش و در این صلح و در این سلامتی که حضور عیسی مسیح به تو میده رشد کنی، با او زندگی کن، هر روز کلام او رو بخون، دعا کن، به مشارکت مسیح برو و از مسیح بخوا که هر روز زندگی تو رو از حضور خودش پر کنه. برکت خداوند با تک تک شما باد. خدا نگهدار.